جمعی از فعالین محیط زیست امروز دور هم گرد آمده ایم تا بر مسئولیتی که در پاسداشت و تلاش برای تأمین حقوق کودکان بر عهده ما دوستداران محیط زیست زاگرس و هر انسان بزرگ سالی هست تأکید بکنیم. ما ضمن تأکید بر تمام 54 ماده و 2 پروتکل کنوانسیون جهانی حقوق کودک اعلام می‌داریم که همچنان که انسان‌ها وظیفه دارند برای حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ زیستگاه دوستی تلاش کنند، بدیهی است که کرامت، سلامت و حقوق هر انسانی را هم شامل می‌شود. نمی‌تواند مسئولیت و دغدغه فعالین اجتماعی نباشد. لذا تلاش برای تأمین شرایطی عاری از تبعیض، ستم، محرومیت و ناامنی برای کودکان وظیفه هر انسان بزرگ سالی است و ما امروز 8 اکتبر روز جهانی کودک دور هم جمع آمده ایم که پیشگام ترویج فرهنگ تقدیم و تلاش برای تحقق حقوق نهادینه شده کودکانمان باشیم. همچنان که در این کنوانسیون به طور خلاصه تأکید شده است، هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع علیه عالیه آنان در رأس قرار گیرد. کودکان حق حیات را محیطی سالم و به تبعیت از هویتی آمیخته با المانهای طبیعی خود را داشته و باید بر مبنای آن رشد کنند. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرد. مردم شریف و مترقی مریوان، ما می پرسیم با توجه به آنچه گفته شد، آیا ازدواج کودکان کار و کولبری کودکان و اعدام کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند با تمام کنوانسیون های جهانی حقوق کودک در تضاد و مغایرت نیست؟ آیا جنگ ها و کشورگشایی هایی که میلیون ها کودک را آواره و محروم می کند نتیجه اراده ویرانگر و طموح ظالمانه بزرگ سالانی نیست که دولت ها و کمپانی های اقتصادی را در این مسیر مرگبار هدایت می کنند؟ یقیناً هر آنچه در جهان کنونی انجام می شود بیشترین آسیب را به کودکان می رساند و ما